هیچ وقت اومده بودین این قسمت کانادین تو قفسه خنزر پنزری های بامزش رو ببینین؟ ابزاری که کاربردی نمیدونم میشه گفتشون کاربردی ولی خیلی فانن. این چای ساس، آره، توش چای بریزین توی این، بعد بزنین توی لیوان این اردکم روش، براتون چای درست میکنه اردکه، خیلی بامزه است. اینو نگاه کنین، آهی فکر بد نکنین، این پیازه، محافظت از پیاز میبندشی، میذارین توی این، بعد اینطوری میبندین میذارین توی یخچال. البته من اینجا خوندم نباید پیاز بذارین توی یخچال، ولی خب دیگه این کارش همینه. آره این شکلی میشه، خوشمزه. واسه ولنتاین هم یه دونه اینا بخرین، توش آب بذارین یخ بزنه، بعد بندازین توی یه شربتی آب لیمو سکنجبین، بدین دست عشقتون، بهترین هدیه است. واسه توش میتونین مربای آلبالو هم برسین بهش بدین بخوره. بعدش همینو بخریم بدین دستش، بگین خب حالا که شربت خوردی بر ظرفا رو بشور. قرمز دیگه به مناسبت روز ولنتاین بره ظرف بشور. این با مزه هم برای اینکه دستتون نسوزه هر وقت پیزاتون رو گذاشتین تو فر، با این بکشینش بیرون. آخه 4 دلار بدیم اینو بخریم، خب با دست ما دستگیری میکشیمش بیرون دیگه، فوقش رو که انگشتمون هم میسوزه. اینم تقریبا کاربردیه، ولی برای من مشکل فقط در آوردن این مغز آووکادو. بعد که در آوردین خواستین برش برشش کنین، براتون قشنگ برش میزنه. البته فکر کنم به درد در آوردن مغزش هم میخوره، نمیدونم، باید بگیریم ببریم باشون کار کنیم و ببینیم چقدر کار میکنه شبیه عکسش. نمیدونم کفگیرم و ملاقم رو کجا بذارم. اینجوری میتونیم بذاریم در قابلمه، بغل قابلمه. بعد درش رو چجوری ببندیم اینو بذاریم؟ این گیر میکنه به لبه، خب خوبه سرم نمیره، کمک میکنه به سر نرفتن غذا. بچه ها شربتی جوشونده ای چیزی بدین اینطوری خوشگل بشن، کل خودشون بخندن با این نیا. زحمت نکشین با چاقو برش برش بدین تخم مرغتون، اینو بزنین روش، براتون ورقه ورقه میکنه این شکل خوشگل. خیلی دیگه فنسی دنسیه. این یکی ولی خدایش کاربردیه، برای که خواستین روغن زیتون بریزین اینجوری باز کنین و بریزین، ولی گرونه. اگر هم بلد نیستین با چاپستیک نودل بخورین، یه دونه اینا بخرین امتحان کنین، فکر کنم اینا برای بچه‌هاشونه که اول یاد بگیرن. بعدش که یاد گرفتین با اون چوبا میتونین بخورین. البته خودم بعد اول برای خودم بخرم، 4 دلاره چون من بلد نیستم هنوز. حالا شما بگین بین این دو تا، این یکیشه که دوست ندارم سگه، ولی بین این دوتا کدوم انتخاب کنم برای چای؟ اردک رو چای بایسته بهتره، یا این که اسمش رو یادم رفته بشینه بغل لیوانت و برای چای تو دم کنه، کدوم انتخاب کنم؟